در کتاب پشت پرده های حرمسرا درباره فتنه یکی از خواجه های حرمسرا نوشته شده که یکی از خواجه های معروف دوران قاجار شخصی است به نام آقا یعقوب که از خواجگان مقرب حرمسرای فتلی‌شاه بود و سمت ناظر حرمخانه پادشاهی رو به عهده داشت. این خواجه به واسطه اختلاف حسابی که پیدا کرده بود فرار کرد و به نزد گریبایدوف در سفارت روس پناهنده شد. گریبایدوف نیز که به بهانه وجود زنهای گرجی در خانه تجار دارالخلافه آغاز بدرفتاری کرده بود، با کسب اجازه از فتلی‌شاه قصد داشت به تبریز و از اونجا به کشور خود برگرده. میرزا یعقوب یا آقا یعقوب از ارامنه گرجستان بود که 20 یا 30 سال قبل از اینکه اون رو به اسارت به تهران آورده و پس از اخته کردن جزء خواجه‌های حرمسرا درآورده بودند. آقا یعقوب از وجود سپرده به دستش 40,000-50,000 تومان کسر آورده بود. وقتی خواستن به حساب‌های اون رسیدگی کنن، به عنوان اینکه گرجستانی و از سبای روسی میباشد به نزد گریبایدوف رفت و متحسن شد و درخواست کرد اون رو به روسیه بفرستن. آقا یعقوب به واسطه اطلاعی که از داخل حرمسرای دربار فتلی‌شاه داشت و همچنین چون با شاهزادگان و رجال و معروفین آشنایی زیادی بود و به اندرون رفت و آمد میکرد، صورتی از زنان گرجی تهیه کرد و به گریبایدوف داد. جمله اسامی دو نفر از زنان ارمنی که در خانه اللهیار خان آصف الدوله بودند جزو این صورت بود. گریبایدوف به آصف الدوله و اشخاص دیگری که طبق اون صورت زنان گرجی در خانه اونها بودند پیغام فرستاد و خواست زنها رو برای استعلام و بازجویی از اینکه آیا مایل به رفتن هستند یا نه نزد اون بفرستند. در این میان اصرار گریبایدوف در مراجعت دو نفر از زنان ارمنی خانه اللهیار خان آصف الدوله بیشتر بود. پافشاری اون در مراجعت این زنها از اون جهت بود که اللهیار خان برادر زن فتلی‌شاه و دایی عباس میرزا نایب السلطنه و از همه مهمتر طرفدار علنی انگلیس ها بود. گریبایدوف برای اینکه با خانواده سلطنتی ایران و به خصوص مهره قوی سیاست انگلیس در ایران مبارزه کنه، اصرار در بازگشت این دو زن گرجی داشت و خلاصه کار به جایی کشید که مردم در اثر فتوا و اجازه مذهبیون به سفارتخانه روس ریختن و گریبایدوف نیز آقا یعقوب رو بیرون انداخت و مردم غضب‌آلود او رو در جلوی در سفارت با خنجر و شمشیر تکه پاره کردند. و عاقبت خود گریبایدوف هم جان خودش رو بر سر این ماجرا از دست داد.